خب تو این ویدیو پیشگفتار اول کوتاه بگم که ما تو این دوره قراره چیکار کنیم. تو این دوره داستان توبه نصوح رو میخونیم از مثنوی معنوی مولانا. از اسم کتاب پیداست، مثنوی معنوی، یعنی بیشتر مسائل معنوی توش مطرح شده، یا همون مسائل درونی، مسائل و مفاهیمی که روح و درون و وجود آدمو قوی میکنه. داستان توبه نصوح درباره یه مسئله یا یه مفهومه که تک تکمون باهاش سر و کار داریم، مسئله توبه، یا به عبارت ساده و غیر دینی مسئله ترک عادت مخرب. هممون یه عادتی داریم که مخربه و نمیذاره رشد کنیم یا روند رشدمون رو کند میکنه. این عادت‌ها معمولاً توی وجودمون ریشه دوونده و برای کنار گذاشتنشون یه مقادیر زیادی، یه دوز بالایی از آگاهی نیازه. این داستان تو دفتر پنجم مثنوی معنوی اومده و حدود 100 بیته که ما تقریباً همشو می‌خونیم. بیتای آسونی داره، کما بیش قابل فهمه. اما برای روون شدن روایت من بیشترشون رو یه شرح کوتاهی هم کردم. ما تو این دوره این داستان رو مثل هر متن دیگه‌ای از سه جنبه بررسی می‌کنیم. اول جنبه زبانی، یعنی واژه‌ها و ترکیب‌ها و جمله‌بندی‌هایی که برامون ناشناست. مثلا تو این داستان یه سری واژه‌ها و ترکیب‌های عربی هست که تو فارسی هم کاربرد داشته، مثل قره شباب، یعنی اوایل جوانی. دوم جنبه هنری، یعنی زیبایی‌ها و تصاویر و آرایه‌های ادبی که لذت هنری به آدم میده. مثلا یه جایی درباره نصوح میگه همچو دیوار شکسته در فتاد. یه تصویر جالبم هست، یه دیوار سست و شکسته چطور یهو میریزه. نصوح هم همونطوری ریخت و فرو افتاد. و سوم و مهمتر از همه جنبه محتوایی، یعنی روانشناسی شخصیت‌های داستان، یعنی حکمت‌ها و درسایی که اون داستان برای رشد و بهتر کردن زندگی آدم داره. که خب البته این داستان نصوح و داستان‌های دیگه مثنوی از این جهت خیلی برجسته‌ترن. نمونش توی داستان زیاده. حرفایی که مولوی درباره تجربه فنا میزنه، یعنی تجربه بیخودی، یعنی کنار رفتن ایگو. حرفایی که درباره رحمت حق میزنه، یعنی حق و حقیقت چه شرایط شیرینی رو میتونه برای آدم فراهم کنه. حرفایی که درباره یکی از ویژگی‌های شیخ عارف میزنه، یعنی حلم و شکیبایی و رازداری و موارد دیگه. یه چیزی رو بگم خوبه، من 10-14 سالی از سنم تو دانشگاه بودم و خوشبختانه دانشگاه‌های خوبی هم بودم. با فضاهای دانشگاه و کلاس‌ها و ترمای دانشگاهی خیلی خوب آشنا. حالا بر این اساس میخوام یه ادعایی بکنم، اینکه به جرات میتونم بگم با گوش کردن این دوره انگار یه واحد دانشگاهی مثنوی معنوی رو گذرونده باشی. اینو اینجا تو ویدیوی پیشگفتار میگم چون شما دیگه این دوره رو تهیه کردین و این حرفم تبلیغ حساب نمیشه. اما واقعا تو دانشگاه اگه بخواین ادبیات بخونید، برای همین محتوایی که اینجا در دسترستونه باید 10-14 جلسه 2 ساعته رفت آمد کنید و البته دردسرای جنبیش. حالا اینجا شسته و رفته این داستانو ضبط شده در اختیار دارید. فقط میخوام درخواست کنم که این داستانو به یه بار گوش دادنش بسنده نکنید. با فاصله زمانی 1-2-3 ماهه چندین بار گوش کنید. هم حرف و دنیای مولوی میاد دستتون و اگه بخواید خودتون مثنوی بخونید آماده تر میشید، هم برای تفریح یه داستانی میشنوید و هم شاید تلنگری بشه، یه الگویی بشه که اگه عادت مخربی دارید بذاریدش کنار. و البته خوبیای ظریف دیگه هم داره که خیلی ما بهش توجه نمی‌کنیم، اما تو زندگیمون تأثیرای بزرگ و عمیقی میذاره. کلا داستان و حکایت و شعر اینطوریه. بذارید یکیشو من میگم. اینکه تو این فرایند لفظ و کلام یاد میگیریم، حرف زدن یاد میگیریم، واژه یاد میگیریم و اینا رو به شدت نیاز داریم برای اینکه بتونیم با دیگران ارتباط سازنده برقرار کنیم، با دوست، با همسر، با خانواده، همسایه، غریبه، با همه. یه آسیبی که رابطه های ما داره، رابطه های دوستی، زن و شوهری، خانوادگی، رابطه با دیگران، اینه که ما لفظ و کلام و واژگانمون خیلی خوب نیست. واقعا نمیتونیم خوب حرف بزنیم، نمیتونیم خوب احساس و دریافتمون رو بیان کنیم و خب سوء تفاهم پیش میاد و جدایی درونی و چیزای دیگه و آروم آروم بیخیال رابطه میشیم. تمام. خب به نسبت این مقدمه کوتاهی که در نظر داشتم این مطلب یکم طولانی شد، اما چون واقعا مسئله مهمیه و کم بهش توجه میشه خواستم یکم دربارش حرف بزنم. در هر صورت با گوش کردن دوباره و چند باره این داستانا و حکایتها چیزای زیادی دستگیر آدم میشه. قبل از شروع داستانم بگم که بعد از داستان من توی ویدیوی جدا درباره عادتهای مخرب و وسواسا که مفهوم اصلی این داستانه صحبت کردم. یکم با تأملات و دانستهای خودم بخششم از حرفای مولانا کمک گرفتم. فکر میکنم حرفای توش باشه که بتونه سازنده و
کمک کننده باشه. خب بریم سراغ داستان توبه نسو. بود مردی پیش از این نامش نسو، بود ز دلاکی زن او را فتوح. فتوح یعنی درآمد. یه مردی بود به اسم نسو، این درآمدش از راه دلاکی کردن برای زنا بود. تو هموم زنونه کار میکرد، ماساژ میداد، کیسه میکشید و از این کارا. حالا چطور ممکنه یه مردی بره دلاکی زنا رو بکنه؟ بود روی او چو رخسار زنان، مردی خود را همی کرد و نهان. چهره و اندامش شبیه زنا بود، اون قسمت مردونه خودش هم که پنهون میکرد. او به حمام زنان دلاک بود، در دقا و حیله بس چالاک بود. دقا یعنی مکر و کلک. خلاصه با کلک و حیله خودش رو تو هموم زنونه جا کرده بود و شغل دلاکی رو برای خودش دست و پا کرده بود. سالها میکرد دلاکی و کس بو نبرد از حال و سر آن هوس. یه طوری هم رفتار میکرد که هیچکی نمیفهمید این بابا مرده، زان که آواز و رخش زنوار بود، لیک شهوت کامل و بیدار بود. صداش و چهرش زنونه بود، اما شهوت مردونش کامل و بیدار بود. چادر و سربند پوشیده و نقاب، مرد شهوانی در قره شباب. قره یعنی اول ماه، کلن یعنی اول هر چیزی، شبابم که میشه جوونی، قره شباب یعنی اول جوونی. چادر سر میکرد و مثل زنام نقاب میزد، اما در اصل مرد بود و اول جوونیش بود و حسابی هم داغ و شهوانی بود. دختران خسروان را زین طریق، خوش همی مالید و میشستان عشیق. عشیق یعنی آدم هوسباز، هوس پیشه. خلاصه نسو با همین داستانا دخترای عیون و ثروتمندا رو خوش همی مالید و میشست و هوسبازیش هم میکرد. بعد چون دستش هم سفتر و قوی تر از زنا بود، خوب کیسه میکشید، طبیعتاً کارش گل کرد و بیشترم عیون و ثروتمندا میرفتن سراغش. نسو چندین سال این کارو میکرد. تو این سالا گهگاهی با خودش میگفت نکنم این کارو، درست نیست، گناه داره. توبه ها میکرد و پا در میکشید، هی توبه میکرد و بیخیال میشد و پاشو از این کار کنار میکشید، اما دوباره خیلی ساده نفس کافر توبه اش را میدرید. چه تصویر قشنگیه، نفس، اون ایگوی وسواس زده ناآگاه توبهشو میگرفت و تیکه پاره میکرد. بعد از سالها قوت خوردن در نادرستی، یه بار رفت پیش عارفی آن زشتکار. نسو رفت پیش یه عارفی، گفت ما را در دعایی یاد دار. داستان خودشو نگفت، جرأت نمیکرد. یه طوری سربسته گفت آقا ما رو یه دعایی بکن. اینم رسم قشنگی بوده، میرفتن پیش یه آدم بزرگی، یه آدم درستی، یه عارفی، طلب دعا میکردن. سر او دانست آن آزاد مرد، لیک چون حلم خدا پیدا نکرد. عارف روشن ضمیر از راز کار نسو با خبر شد، اما مثل خدا حلم و شکیبایی داشت و رازشو فاش نکرد. بعد مولانا میگه این اصلا ویژگی یه آدم درست و عارفه، اینکه بر لبش قفل است و در دل رازها، لب خموش و دل پر از آوازها. دلش پر از راز و آگاهیه، پر از ندای درونی و غیبیه، اما لبش خاموشه. عارفان که جام حق نوشیدن، عارفایی که از جام حق و حقیقت و معرفت و شناخت نوشیدن، به آگاهی رسیدن، رازها دانسته و پوشیدن. رازهای زیادی رو میدونن، اما خیلی اهل آشکار کردن نیستن. باز میگه هر که را اسرار کار آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. آگاهی و اسرار کار رو یاد آدم بدن، اینم یادش میدن که دهنش رو بدوزه و حرف زیادی نزنه. عارف این داستانم وقتی حرف نسوح شنید، سوز خندید و بگفته ای بدنهاد، زان که دانی ایزدت توبه دهاد. لبخند ریزی زد و گفت ای بدذات شیطون، از همون کاری که میکنی و خودت میدونی، خدا توبت بده. دهاد حالت دعایی برای همون دهد یا بدهد. دهاد یعنی دعا میکنم بدهد. خب اینجا خودتونو یه لحظه بذارید جای عارف داستان. خیلی هم آسون نیستا اینکه بدونی یه کسی داره یه همچو خطایی مرتکب میشه، دخترای مردمو دید میزنه و تازه کیسه هم میکشه و ماساژ میده، اما نه به روش بیاری، نه بری اینور اونور بگی و آبروشو ببری. اینجا به مناسبت این دعای عارف توی مثنوی یه تیکه نوشته یا نثر اومده جالبه. میگه دعای عارف واصل و درخواست او از حق، همچو درخواست حق است از خیشتن. انگاری حق یا خدا یه چیزی رو از خودش بخواد، یعنی در واقع در اون لحظه درخواست حق یا خداست که در درون اون عارف نشسته یا حلول کرده. بعدش هم مولانا برای این حرف دوتا شاهد میاره، یکی یه حدیث قدسی از زبان حق،
که میگه اگه کسی رو دوست داشته باشم تبدیل به گوشش میشم و با من میشنوه، چشمش میشم با من میبینه، زبونش میشم با من حرف میزنه و دستش میشم و با من کارا رو انجام میده. خلاصه یعنی در وجود او فرو میام، کنتله سمعا و بصرا و لسانا و یدا. و مثال دیگه یه آیه قرآنه، شاهد دیگه، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اونی که انداختی تو ننداختی، خدا انداخت، حق انداخت. خلاصه که عارفم به واسطه خود حق میتونه تأثیر بذاره. این عارف این داستانم هم همینطور بود. دعا کرد، به نصوح گفت زان که دانی ایزدت توبه دهاد. دعا کرد و آن دعا از هفت گردون درگذشت. دعای عارف در گردون و افلاک چرخی خورد و با نیروی الهی همراه شد و برگشت به سمت نصوح و کار آن مسکین به آخر خوب گشت. در نهایت اوضاع نصوح ردیف شد. چطوری؟ یکم جلوتر مولانا شروع میکنه. اما قبلش درباره دعای شیخ عارف میگه کان دعای شیخ نه چون هر دعاست، فانی است و گفته او گفته خداست. دعای شیخ مثل دعای معمولی نیست، چون شیخ عارف فانی شده، منی یا ایگوی خودشو از بین برده و خدا یا حق اومده تو وجودش نشسته و طبیعتاً گفته اون گفته خداست. و باز هم طبیعتاً چون خدا از خود سؤال رو کد کند، پس دعای خیش را چون رد کند. کد یعنی گدایی، اینجا یعنی طلب و درخواست. اگه خدا چیزی از خودش بخواد چطور ممکنه خودش درخواست خودش رو رد کنه؟ طبیعتاً اینجا دعای اون شیخ عارف هم مقبول شد و یک سبب انگیخت صنع ذوالجلال که رهانیدش ز نفرین و وبال. صنع و ساخته و خلاقیت خدا اوضاع طوری ردیف کرد که نصوح و از گناه و نفرین و بدی رهایی داد. چطور شد؟ اندران حمام پر می کرد تشت، که ناگهان گوهری از دختر شه یاوه گشت. یاوه گشت یعنی گم شد. فضا رو تصور کنید، فضای کلی داستان رو تا اینجا. نصوح توی ذهن و دنیای خودش میدونست چه کار نادرستی داره میکنه، اما از وسواس و شهوت توانایی ترک اون کار رو نداشت. اینجا دست روزگار یهوی بازی عجیب و خطرناکی رو میکنه. توی حموم مشغول کاروبار و همزمان شهوت چرونی هم میکنه که یهو گوهری از دختر شه یاوه گشت. گوهری از حلقه های گوش او، یکی از گوهرهایی که به گوشواره دختر شاه وصل بود، یاوه گشت و هر زنی در جستجو. پس در حمام را بستند سخت، تا بجویند اولش در پیچ رخت. در حمام را بستند تا کسی خارج نشه و شروع کردند به جستجوی لباسا و بخچه ها. رخت ها جستند و آن پیدا نشد، دزد گوهر نیز هم رسوا نشد. دیدن لای بخچه ها و لباسا نیست، پس به جد جستن گرفتند از گزاف، در دهان و گوش و اندر هر شکاف. خدمتکارای دختر شاه رفتند دنبال جای دیگه، در شکاف تحت و فوق و هر طرف، جستجو کردند در خوش صدف. مروارید درجه یک و خوش صدفی بود و برای پیدا کردنش همه جا رو گشتند. دیدن فایده نکرد و پیداش نکردن، بانگ آمد که همه اوریان شوید، هر که هستید در عجوز و گرنوید. گفتن باید همه لخ بشن، پیر و جوان باید اوریان بشن. خدمتکار دختر شاه شروع کرد به وارسی بدنی تک تک زنا. فضا رو تصور کنید، برای نصوح واقعا نفس گیره. آن نصوح از ترس شد در خلوتی، روی زرد و لب کبود از خشیتی. نصوح آرام و لرزان رفت یه گوشه‌ای، در حالی که از شدت ترس رنگ از رخش پریده بود. پیش چشم خیش او میدید مرگ، رفت و میلرزید او مانند برگ. شوخی نداشت دیگه، اگه میفهمیدن این بابا مرده و این همه سال بین زنا بوده سریع میکشتنش. رفت یه گوشه‌ای و گفت یا رب، بارها برگشتم، توبه ها و عهدها بشکستم. با دل شکستگی گفت خدایا، خودت میدونی که بارها توبه کردم، میخواستم بیخیال این کار بشم، اما بعدش توبمو شکستم. کردم آنها که از من میسزید، تا حالا کارهای نادرستی کردم که شایستش بودم، تا چنین سیل سیاهی در رسید، تا اینکه الان به این روز افتادم. نوبت جستن اگر در من رسد، وه که جان من چه سختی ها کشد. دارن یکی یکی میگردن، اگه نوبت من برسه چی میشه؟ در جگر افتاده استم صد شرر، در مناجاتم ببین بوی جگر. این میمی که بعد از است اومده جاش اونجا نیست، جاش بعد جگره. بهش میگیم جهش ضمیر، میشه
در جگرم افتاده است صد شرر. نسوح میگه جگرم از آتش پشیمونی داره میسوزه. ببین بوی جگر سوختم داره میاد. چند بیت بعدم لابه و زاری و مناجات و اظهار پشیمونی. نسوح میگه این چون این اندوه کافر را مباد، دامن رحمت گرفتم داد داد. یه چون این بلایی سر دشمنم هم نیاد. خدایا دست به دامن رحمت تو هم به فریادم برس. کاشکی مادر نزادی مرمرا، یا مرا شیری بخوردی در چرا. یا اینکه یه شیری توی چراگاهی منو میخورد و خلاص میکرد و کارم به اینجا نمیکشی. ای خدا آن کن که از تو میسزد، که زهر سوراخ مارم میگذد. خدایا من کاری کردم که سزاوار خودم بود، اما تو کاری کن که سزاوار خودته. اوضاعم خرابه، انگار از هر سوراخی یه ماری سر بیرون کرده و داره منو نیش میزنه. نسوح از این ور توی گوشه لابه و مناجات میکرد، از اون ورم ندیمه ها و خدمتکارای دختر شاه داشتن یک به یک زنا رو وارسی کامل بدنی میکردن. باز نسوح به زاری ادامه داد. خدایا وقت تنگ آمد مرا و یک نفس پادشاهی کن مرا فریاد رس. خدایا یه چند لحظه به رسواییم بیشتر نمونده، به فریادم برس. گر مرا این بار ستاری کنی، توبه کردم من ز هر ناکردنی. همین یه بار دیگه ستاری کن، گناهمو بپوشون، دیگه بعد از این واقعا توبه میکنم. توبه ام بپذیر این بار دیگر، تا ببندم بحر توبه صد کمر. این بارم توبه امو قبول کن، دیگه واقعا کمر همت میبندم که توبه ام شکسته نشه. من اگر این بار تقصیری کنم، پس دیگر مشنو دعا و گفتنم. بعد از این بار اگه دوباره خبط و خطایی کردم، دیگه به حرف و دعام گوش نکن. این همه زارید و صد قطره روان، که در افتادم به جلاد و اوان. گریه و زاری میکرد و میگفت دیگه افتادم دست جلاد و مامورا. نوحه ها میکرد او بر جان خیش، روی عزرائیل دیده پیش پیش. دیگه داشت عزرائیل رو جلو چشش میدید. ای خدا و ای خدا چندان بگفت، کان در و دیوار با او گشت جفت. اونقدر خدا خدا کرد تا در و دیوار و همه عالم باهاش هم نوا شد. در میان یارب و یارب بدو، که بانگ آمد از میان جستجو. داشت زاری میکرد که ندیمه های دختر شاه صدا زدن، جمله را جستیم پیش آی ای نسو. اینجا دیگه واقعا روایت نفسگیر میشه. گفتن همه رو وارسی کردیم، بیا نوبت توه. و نسو هم گشت بیهوش آن زمان، پرید رو. بیهوش شد افتاد. حالا اینجا یه دوازده بیتی مولانا یه اتفاق، یه فضای عجیب غریبی رو توصیف میکنه، از اون فضاهای برزخی که روح از تن جدا شده و انگاری داره توی یه حفره های تو در توی به عقب میره. همچو دیوار شکسته در فتاد، هوش و عقلش رفت شد او چون جماد. تصویر جالبیه، یه دیوار چطوری فرو میرزه، همونطوری فرو ریخت و مثل یه تیکه سنگ بیجون شد. چون که هوشش رفت از تن بی امان، سر او با حق بپیوست آن زمان. هوش از سرش که پرید، همون لحظه روح و درونش به روح القدس یا روح الهی پیوست. چون تویی گشت و وجود او نماند، باز جانش را خدا در پیش خواند. وقتی از هستی و موجودیت خودش خالی شد، خدا جان نسوح رو مثل یک باز تیز پروازی به سمت خودش فراخوند. جان به حق پیوست، چون بیهوش شد موج رحمت آن زمان در جوش شد. وقتی بیهوش شد روحش به حق و حقیقت پیوست و رحمت الهی مثل یک موجی جوشیدن گرفت. تو این چند بیتی که خوندیم یه جورایی مولوی میگه که چطور عارف فنا میشه و حق یا خدا به جای ایگو یا خود میشینه. و نکتش اینه که بعد از اینکه نسوح کاملا و به معنی واقعی زار و دل شکسته میشه، این اتفاق میفته. چون تهی گشت و وجود او نماند، باز جانش را خدا در پیش خواند. میدونیم که قدیم شاه ها وقتی شکار میرفتن، بازهای شکاری تربیت شده ای رو با خودشون میبردن، روی دستشون میذاشتن و وقتی پرنده ای میدیدن اون باز رو به سمت اون پرنده روونه میکردن. اینجا مولانا یه تصویر جالبی آورده. جان چو باز و تن مرو را کنده ای، پای بسته پرشکسته بنده ای. این جان و روح آدمیزاد که تو بدنش گیر کرده مثل یه باز تیز پروازه که پاشو به یه کنده درخت بستن. چون که هوشش رفت و پایش برگشاد، می پرد آن باز سوی کیقوباد. کیقوباد کلن یعنی پادشاه. میگه وقتی این عقل و هوش جزئیش از بین بره،
از بند جسم و تن رها میشه و میره پیش حق. مثل اینکه اون بازه پاش از کنده رها بشه و بره دوباره رو دست پادشاه بشینه. خب دیگه، جان به حق پیوست چون بیهوش شد، موج رحمت آن زمان در جوش شد. وقتی هم که دریای رحمت الهی به جوش و خروش در بیاد که دیگه قوقا میشه. چون که دریاهای رحمت جوش کرد، سنگ ها هم آب حیوان نوش کرد. سنگ بی جون هم آب حیوان میخوره و جوندار میشه. ذره لاغر شگرف و زفت شد، فرش خاکی اطلس و زربفت شد. ذره های ناچیز شگرف و برجسته میشن و فرش خاک حریرین و زربفت میشه، یعنی خاک و زمین سرسبز و خرم میشه. باز ادامه میده، چون که دریاهای رحمت جوش کرد، مرده 100 ساله بیرون شد ز گور، دیو ملعون شد به خوبی رشک هور. مرده 100 ساله جون میگیره و شیطان یه طوری زیبا میشه که حوریان بهشتی قبطشو بخورن. چون که دریاهای رحمت جوش کرد، این همه روی زمین سرسبز شد، چوب خشک شکوفه کرد و نقص شد. گرگ با بره حریف می شده، ناامیدان خوشرگ و خوشپی شده. چوب خشک شکوفه میده و نقض و ستودنی میشه. گرگ با بره رفیق و هم پیاله میشه و هرچی هم آدم ناامیده با شور و نشاط و خوشرگ میشه. برگردیم به داستان. بعد از آن خوفی هلاک جان شده، بعد از اون ترس عظیمی که نسو کشید و جونشو هلاک کرد، ناگهان